شب عاشورا بریر یک فقیه بوده، یه عالم بوده، یه مجتهد بوده، یه شوخی کرد. ظاهر روایت اینه که از شوخی های جوانانه، شوخی هایی که مناسب مثل بریر نبود. عبدالرحمن یکی از اصحاب و از شهدای کربلاست، بهش گفت بریر حالا وقت این حرف هاست، حالا وقت این شوخی هاست. مضمون حرفش بریر گفت تو که خیلی منو نمیشناسی، با من خیلی زندگی نکردی، اما خیشان من که با من زندگی کردن اینا میدونن من نه در پیری نه در جوانی، او وقتی که جوونم بودم اینجور شوخی ها نمیکردم. کسی از من نشنیده اینا رو، اما حالا وقت این شوخی هاست. امشب تموم بشه، فردا فقط بین ما و اون نعیم عظیم این مونده که بریم به جنگ و کشته بشی. بریری که تو جوانیش اینجور شوخی نمی کرده، شب عاشورا اینقدر وجد داره، اینقدر شوق داره، این روحیه رو امام حسین به اینا داده. بریر وقتی که میبینه امام حسین واسه فلان شهید رفتن، خودشون حالا بودن اصحاب دیگه، اونا برن، وسط جبهه، وسط جنگ، میبینه خود امام حسین رفتن، سرشو به دامن گرفتن، خاک خون از صورتش پاک کردن، دعا برش کردن، تسلیش دادن. این بریر میخواد یه لحظه زودتر خودش همین حالت نصیبش بشه. اهانت نگذاشتن بشن امام حسین اینا. تمام اهانت ها رو امام حسین به خودشون خرید. تو هیچ جنگی، حتی جنگای خوبان، عادتا افراد اهانت میشن، افراد بلا سرشون میاد. اون قائد، اون فرمانده، اون رئیس، اون رهبر این اهانت ها رو تلقی نمی کنه. استثنا نیست. چرا خدا امام حسین رو استثناء قرار داده؟ این کارهایی که دیشب و امشب شماها کردید چرا برای پیغمبر خدا نمی کنید؟ خودشون هم نگفتن. چرا برای حضرت زهرا نمی کنید؟ چرا برای امیرالمومنین نمی کنید؟ خودشون هم نفرمودن. خودشون فرمودن لا یومک یومک یا ابا حسین.